فصل دوم کتاب رضا شاه. وضعیت ایران مقارن با کودتای سوم اسفند سال 1299. هر تلاشی به منظور نحوه به قدرت رسیدن رضا خان مستلزم شناسایی چندین عامل است، عواملی که هر کدام به نوبه خود یک جزء یا یک بخشی یا یک بخش از چگونگی به قدرت رسیدن رضا خان و رضا شاه بعدی را تشکیل می دهند. بدون یک آشنایی ابتدایی با وضعیت کلی ایران مقارن با بروی کار آمدن رضا خان نمی توان فهم درستی از آن رویداد داشت. اگر درک درستی از شرایط ایران مقارن با بروی کار آمدن رضا خان نداشته باشیم، حاصل کار می شود گرفتار شدن در باطلاقی از تئوری های توطئه و فرضیه های دایجان ناپلئونی که در فصل گذشته با آنها آشنا شدیم. به بیان دیگر، اگر به قدرت رسیدن رضا خان را به مثابه یک ساختمان در نظر بگیریم، در آن صورت و همانطور که برای شناخت و فهم اینکه یک ساختمان چگونه ساختمان شده است، ما مجبور هستیم با مصالح ساختمانی، زمینی که ساختمان بر روی آن بنا شده، نقشه، مهندسی، معماری و عمله و بنا آشنا شویم، برای فهم چگونگی به قدرت رسیدن رضا خان و تشکیل سلسله پهلوی هم ما مجبوریم با عناصر و عوامل متعددی آشنا شویم. یکی از مهمترین و اساسی ترین این اجزا اوضاع احوال ایران مقارن با بروی کار آمدن رضا خان می باشد. اجزاء بعدی عبارتند از نیروی نظامی که آن کودتا را انجام می دهد، یعنی دیویزیون یا لشکر قزاق، فرماندهان و مسئولین اصلی کودتا داخل پرانتز فرماندهان لشکر قزاق، سید ضیاءالدین طباطبایی مسئول و شخصیت اصلی غیر نظامی کودتا که بعد از کودتا از سوی احمد شاه قاجار نخست وزیر می شود پرانتز بسته، و بالاخره انگلستان یا در حقیقت نفوذ، قدرت، نقش و عملکردش در آن مقطع در ایران داخل پرانتز به عنوان مهمترین، با نفوذترین و اصلی ترین قدرت خارجی در آن مقطع در ایران. گام بعدی بررسی تحولات و رویدادهای ایران از زمانی که کودتا اتفاق می افتد، یعنی از نخستین ساعات اولیه صبح روز سوم اسفند سال 1299 تا صبح روز 23 آبان ماه سال 1304 که رضاخان سردار سپه رسماً می شود رضا شاه. مرحله بعدی بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در 16 سالی است که رضا شاه به عنوان یک پادشاه مقتدر زمام مطلق امور کشور را در دست دارد، یعنی از آبان 1304 تا صبح روز سوم شهریور ماه 1320 که به دنبال حمله نظامی متفقین به ایران رضا شاه از قدرت برکنار می شود. کارمان را با بررسی اوضاع احوال و شرایط کلی ایران مقارن با وقوع کودتای سوم اسفند 1299 آغاز می کنیم. مناسب ترین راه برای آشنایی با ایران در آن مقطع آن است که یک تور ایرانگردی انجام بدهیم. به همین منظور از منتهی الیه جنوب شرقی ایران، یعنی بندر چاهبهار، وارد کشور می شویم و یک دور کامل می زنیم. از چاهبهار وارد سیستان و بلوچستان می شویم. در سیستان و بلوچستان، بالاخص در بیرون شهرها، چندان اثری از حکومت یا دولت مرکزی نیست. قبائل و طوائف مختلف بلوچ عملاً در منطقه حاکمیت دارند.
وضعیت در بیرجند هم همین گونه است. خوانین منطقه از جمله یکی از بزرگترین آنها خاندان خزیمه علم، جد پدری امیر اسدالله علم، در بیرجند حکومت می‌کنند. از بیرجند به خراسان می‌رسیم. در شهر مشهد و در یکی دو شهر بزرگ دیگر کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده ژاندارمری قدرت را در دست دارد و مدت‌ها می‌شود که به دنبال بروز اختلافاتی با حکومت در تهران عملاً متمرد شده و مستقلاً سرگرم فرمانروایی است. در بیرون از شهرها دستجات ترکمن و عشایر و قبائل سنی مذهب ایمان قدرت می‌نمایند. از خراسان می‌رسیم به گرگان و یا استان گلستان امروزی. در گرگان که در آن مقطع نامش استراباد می بود، یکی از خوانین به نام احمدخان حکیمی قدرت را در دست داشت. او اگرچه همانند بسیاری از خوانین پرچم استقلال از حکومت مرکزی را به اهتزاز در نیاورده بود، اما عملا دم و دستگاه خودش را داشت. در مواردی با حکومت مرکزی همکاری میکرد، اما در کل به مثابه سلطان بیتاج و تخت منطقه وسیع استراباد حکومت میکرد. از استراباد یا گرگان میرسیم به مازندران. طایفه بزرگ سوادکوهی ها به سرکردگی اسماعیل خان امیر معید سوادکوهی و پسرانش در شرق مازندران و طایفه تونکابونی ها به سرکردگی محمد ولی خان تونکابونی در غرب آن حکمرانی می کردند. از آنجا می رسیم به گیلان. اگر در مازندران، استراباد و خراسان اما و اگرهای پیرامون فرمان روایی های محلی وجود می داشت و برخی از آنان لااقل زبانی و ظاهری تظاهر به وفاداری به حکومت مرکزی در تهران می نمودند، در گیلان آن حفظ ظاهر هم دیگر وجود نداشت. میرزا کوچیک خان جنگلی، رئیس جنبش جنگلی ها، در رشت رسماً و علناً تابلو حاکمیت استقلال از تهران را بالا برده. میرزا حتی نام حکومتش را هم انتخاب کرده: جمهوری سوسیالیستی سوویت گیلان. جنگلی ها بخشهای وسیع از گیلان را تصرف کرده و عملاً قزوین را هم مورد تهدید قرار داده بودند. در ادامه ایرانگردیمان از گیلان به آذربایجان می رسیم. در آذربایجان قدرت‌های مختلفی به صورت خودمختار و مستقل از حکومت مرکزی در تهران قدرت را در دست داشتند. در منطقه شمالی آذربایجان مرتضی قلی‌خان اقبال السلطنه ماکویی بزرگ ایل بیات که در این حال رهبر شماری از عشایر شمال آذربایجان به شمار می رفت، قدرت را در دست داشت. در تبریز و برخی شهرهای بزرگتر فرقه دموکرات به رهبری شیخ محمد خیابانی مدت ها می شد که ارتباط خود را با تهران قطع کرده بود. در بخشهای دیگر آذربایجان که امروز آذربایجان غربی را شامل می شود، اکراد به رهبری اسماعیل خان سیمتقو یا سیمکو بر بخش‌های وسیعی از آن به علاوه مناطقی که امروزه شامل استان کردستان می‌شود به صورت کاملاً مستقل از حکومت مرکزی فرمانروایی می‌کردند. می‌رسیم به خوزستان. مجموعه عشایر و قبایل عرب خوزستان به رهبری شیخ خزعل، رهبر عشیره یا قبیله بزرگ بنی کعب، سال‌ها می‌شد که اعلام استقلال نموده و در محمره یا خرمشهر امروزی فرمان روایی می کردن. شیخ خزعل هم مانند اسماعیل خان سیمتقو حفظ ظاهر را کنار گذارده و با اخراج کلیه عوامل حکومت مرکزی از منطقه خوزستان رسماً اعلام استقلال و جدایی از ایران کرده بود.
حاجت به گفتن نیست که در آن وضعیت تکلیف قبایل و عشایر جنوب ایران، یعنی بختیاری ها، قشقایی ها، دشمنزیاری ها، درشوری ها، بویراحمدی ها، جلالوند ها، سگوند ها، چارلنگه ها هم و غیره روشن بود. آنها حتی در مواقع معمولی هم خیلی حاضر به فرمانبرداری و انقیاد از حکومت مرکزی نبودند. چه رسد به آن شرایط؟ فهرست بلندبالایی از قدرت‌های متفرقه همچون نایب حسین خان کاشی، صادق کرده و غیره را هم می‌بایستی با آن لیست بیفزاییم که عملاً مستقل از حکومت مرکزی در مناطق مختلف کشور برای خود فرمانروایی می‌کردند. برخی از قدرت‌هایی که برشمردیم عملاً پرچم استقلال برافراشته و از ایران جدا شده بودند. برخی دیگر ملی و ترقی خواه بودند و چون حکومت مستقر در تهران را یک حکومت ملی و وطن پرست نمی دانستند و بعضن هم آن را وابسته به انگلستان می پنداشتند، بنابراین ارتباط خود را با آن قطع کرده بودند، همچون کلونل محمد تقی خان پسیان در خراسان، شیخ محمد خیابانی در آذربایجان یا میرزا کوچیک خان جنگلی در گیلان. برخی فارغ از ذات ارتجاعی یا ترقی خواهی حاکمیت مرکزی در تهران، اساساً اعلام خودمختاری و استقلال از مرکز نموده بودند، همچون اسماعیل خان سیمتقو و کردها در کردستان یا شیخ خزعل رهبر اعراب در خوزستان. برخی جهتگیری خاص سیاسی نداشتند و صرفاً به واسطه ضعف قدرت مرکزی عملاً مدت‌ها می‌شد که دیگر از قدرت مرکزی تمکین نمی‌کردند، همچون نایب حسین کاشی در کاشان، سوادکویی‌ها و تونکابونی‌ها در مازندران یا شاه‌سوان‌ها و ذوالفقاری‌ها در زنجان و آذربایجان. و بالاخره برخی دیگر هم اساساً راهزن و قطاع‌الطریق بودند. نخستین پرسشی که علی‌القاعده مطرح می شود آن است که پس حکومت مرکزی کجا بود؟ چگونه شده بود که یک دوجین قدرت، اعم از مستقل یا تجزیه طلب، خودمختار یا قطاع‌الطریق، ملی و وطن پرست یا غیر آن توانسته بودند در اطناف و اکناف مملکت ظهور نموده و فرمان روایی نمایند؟ پاسخ کوتاه آن است که حکومت مرکزی در تهران وجود داشت، اما آنقدر ضعیف و ناتوان بود که اقتدار و آمریت آن به زحمت از تهران فراتر می رفت. حکومت در تهران نه قوای مسلحه مقتدر چندانی در اختیار داشت، نه از بوروکراسی توانمندی برخوردار بود تا اوامر، تصمیمات و سیاست‌های آن را به اقصا نقاط کشور ابلاغ نماید و نه بودجه و امکاناتی در اختیار داشت. بنابراین آن وضعیت هرج و مرج، ملوک و طوایفی و آکنده از بی‌ثباتی خیلی هم تصادفی یا به دور از انتظار نبود. دولتی به زحمت در تهران بر سر کار می‌آمد، اما هنوز چند ماهی از تشکیل آن نگذشته بود که به واسطه مواجه شدن با حجم عظیمی از مشکلات و مصیبت‌ها استعفا داده و کنار می‌رفت. سرنوشت دولت بعدی چندان موفقیت آمیزتر از دولت قبلی نمی‌شد. فی الواقع مدت‌ها بود که متوسط عمر دولت‌ها در ایران به جای چندین و چند سال تقلیل پیدا کرده بود به چند ماه. رقابت میان دو قدرت انگلستان و روسیه هم بر مشکلات می افزود. اگر دولت تمایلی به روسیه پیدا می کرد با انگلستان دچار مشکل می شد و متقابلا اگر به سمت انگلستان می رفت اسباب نارضایتی روسها را فراهم می آورد و اگر می خواست مستقل بماند با مخالفت و کارشکنی هر دو قدرت روبرو می شد. گمان نمی رود که با توجه به آن وضعیت سیاسی نیاز زیادی به تشریح اوضاع و احوال اقتصادی کشور برود. از جمعیت قریب به 10 میلیون نفری ایران در آغاز قرن بیستم، نزدیک به 1/4 چادرنشین و ییلاق و قشلاق می کردند. در حدود 1 میلیون نفر در شهرها و مابقی هم در روستاهای بزرگ و کوچک
در اطراف و اکناف کشور پراکنده بودند. کشاورزی و دامداری رکن اصلی اقتصاد می بود. بی‌ثباتی به تبع مخربترین تأثیرش را بر روی اقتصاد گذارده بود. مال و تجاری که از یک نقطه کشور به نقطه دیگر می بایستی انتقال می یافت، عملاً به واسطه فقدان امنیت غیر ممکن می شد. ایزن محصولاتی که از یک منطقه به منطقه دیگر می بایستی حمل می شدن، باز به واسطه فقدان امنیت غیر ممکن می گشت. همان مختصر اقتصاد بخور و نمیر کشاورزی یا دامداری هم به واسطه نبود امنیت مدت‌ها می‌شد که تعطیل شده بود. اوضاع اقتصادی کشور آنقدر خراب شده بود و خزانه دولت مرکزی خالی که دولت به زمین و زمان بدهکار بود. باور کردنی نبود، اما حکومت یعنی دربار با دریافت ماهیانه 15,000 تومان به صورت قرض از سفارت انگلستان در تهران اموراتش را میچرخانید. میماند این پرسش: چرا وضع به آن صورت در آمده بود؟ چرا بخشهایی از کشور جدا شده یا به صورت خودمختار و قطع رابطه با مرکز در آمده بودند؟ چرا کشور آنگونه دچار بی‌ثباتی، هرج و مرج و ناامنی شده بود؟ چرا چرخ اقتصادی کشور فلج شده بود و اوضاع کشور آنقدر نابسامان شده بود که دربار با دریافت قرضه ماهیانه 15,000 تومان از سفارت انگلستان خودش را مجبور می‌شد اداره کند؟ آن وضعیت در حقیقت یک شبه به وجود نیامده بود. درست‌تر و دقیق‌تر اگر گفته باشیم، آن وضعیت کم و بیش از مشروطه به این سو در کشور به تدریج ظهور کرده بود. گفتن این سخن به هیچ روی به معنای آن نیست که مشروطه را عامل به وجود آمدن آن وضعیت خواسته باشیم معرفی نماییم. بیشتر مرادمان آن است که تا سال 1285 خورشیدی که انقلاب مشروطه اتفاق می افتد، به هر حال کشور از یک درجه از ثبات، امنیت و اقتدار حکومت مرکزی در تهران برخوردار می بود. ایزن اوضاع مالی حکومت هم ضمن آنکه چندان مشعشع نمی بود، اما دست کم اینقدر هم اسفناک نبود که دربار مملکت مجبور باشد با دریافت قرضه 15,000 تومان در ماه از سفارت انگلستان اموراتش را بگذراند. آن سیر قهقرایی به سمت ناامنی، بی‌ثباتی، هرج و مرج و ورشکستگی یا توقف اقتصادی، اگر هم نگفته باشیم که با انقلاب مشروطه آغاز شد، دست کم شروعش از سال 1285 بود. انقلاب مشروطه در نتیجه مجموعه از دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به وقوع پیوست. اینکه آن انقلاب چقدر موفق بود و یا برعکس ناموفق، آیا به انحراف کشیده شد یا خیر، آیا برای ایران زود بود یا نه و سایر بحث‌هایی که در مورد آن وجود دارد، چندان اینها به کار فعلی ما مربوط نمی‌شود. پایین صفحه برای آگاهی بیشتر از مشروطه و پرسش‌هایی که در اینجا مطرح کرده ایم، می توانید به کتاب سنت و مدرنیته، ریشه‌یابی علل شکست نهضت‌های اصلاح طلبی در ایران عصر قاجار، نوشته صادق زیبا کلام، انتشارات روزنه، چاپ دهم، سال 1397 مراجعه نمایید. آنچه که بیشتر به کار ما مربوط می شود عبارت است از تأثیرات یا تبعات بلند مدتتر نهضت یا انقلاب مشروطه بر ساختار قدرت در ایران و نهایتاً وضعیتی که کشور در مقطع مقارن با کودتای رضاخان، یعنی
اسفند سال 1299 پیدا کرده بود. یکی از مهمترین تأثیرات انقلاب مشروطه بر ساختار قدرت در ایران بود. قدرت در ایران تا قبل از مشروطه متمرکز بود در دربار. عملاً هیچ مرکز قدرت دیگری مستقل از دربار در ایران تا قبل از مشروطه وجود نداشت. حکام، فرمانروایان، رؤسای قبایل و عشایر، خوانین و ملاکین و هر بخش دیگری از قدرت یا حاکمیت در عمل قدرتش را از دربار و پادشاه در رأس دربار می گرفت. ممکن بود پادشاه خود به شخص فردی مقتدر، قدرتمند و تصمیم گیرنده اصلی می بود و ممکن هم می بود که او از شخصیت قوی برخوردار نمی بود که در آن صورت اطرافیان وی، صدر اعظم، ولیعهد و نزدیکان پادشاه در سیاست‌ها و تصمیمات مؤثر می بودند. اما حتی در مواردی هم که اطرافیان تصمیم گیری می کردن، باز تصمیم از جانب دربار و پادشاه در تهران بود که رسماً اعلام می شد. ناصرالدین شاه، پادشاه مقتدر قاجار، به مدت 50 سال کشور را با اقتدار کامل اداره کرده بود. در نتیجه آن 50 سال و اساساً کل حاکمیت قاجارها که از اواخر قرن 18 میلادی قدرت را در ایران به دست گرفته بودند، در کشور یک درجه‌ای از ثبات و به رسمیت شناخته شدن ساختار قدرت دربار در تهران به وجود آمده بود. صرف نظر از آنکه سیاست‌های قاجار چگونه بودند یا نبودند، زمانی که انقلاب مشروطه رخ داد، قاجارها بیش از یک قرن می‌شد که با قدرت و اقتدار بر ایران فرمانروایی کرده بودند. در طی آن یک قرن فرمانروایی آنان موفق شده بودند ثبات و امنیت به نسبه کاملی در کشور ایجاد نمایند. تمامی مخالفین بالفعل و بالقوه را یا از میان برداشته یا مطیع نموده و یا به هر حال وادار به سکوت و فرمانبرداری از حکومت مرکزی و دربار در قاجار کرده بودند. در موارد بسیاری هم آنان به وسیله ایجاد پیوندهای نسبی و سببی از طریق ازدواج و طرق دیگر توانسته بودند قدرت‌های محلی را شریک و جذب در قدرت مرکزی در تهران نمایند. ختم کلام آن که پایان پادشاهی ناصرالدین شاه در سال‌های پایانی قرن 19 که ما داریم به تدریج به شکل‌گیری نهضت مشروطه نزدیک می‌شویم، حکومت مرکزی در تهران با هیچ مخالف جدی، اعم از قومی، قبیلگی، طایفگی، عشیرگی یا محلی روبرو نبود. اعتراضات، انتقادات، نارضایتی ها و مخالفت ها صرفاً محدود می شد به برخی از شهرها، از جمله تهران، تبریز و کرمان. آن هم در میان یک اقلیت اندک باسواد، فرهیخته یا به تعبیر آن روزگاران منورالفکران و شماری هم از تجار و برخی از روحانیون. مخالفت و نارضایتی آنها هم از حکومت جنبه سیاسی و اجتماعی یا به تعبیر امروزه مدنی پیدا می کرد. بیرون از نارضایتی و انتقادات مدنی هیچ مخالفت جدی دیگری با حکومت در تهران وجود نداشت. یعنی آن وضعیتی که پیشتر تشریح کردیم در آستانه کودتای سوم اسفند، یعنی سربرداشتن قدرت‌های محلی اینجا و آنجا، در مخالفت با حکومت مرکزی در تهران و کمرنگ شدن اقتدار و حاکمیت دربار، وضعیتی بود که عمدتاً از 1285 که انقلاب مشروطه اتفاق می‌افتد به بعد به تدریج به وجود آمده بود. تا قبل از آن اساساً در همه جای کشور نیروها و جریانات گریز از مرکز شامل اقوام، طوایف، خوانین و غیره در انقیاد و تابعیت محض از حکومت مرکزی به سر می بردن.
درآمدهای مملکت که عمدتاً شامل مالیات و دیونی که بر عهده اشراف، قوانین و ملاکین می بود، به واسطه اجاره یا واگذاری املاک به آنها، اگرچه که خیلی زیاد نمی بودند، لکن معمولاً پرداخت می شدند. اما مشروطه آن نظم و نسق و آن اقتدار 100 ساله قاجارها را با چالش روبرو نمود. اشکال از اینجا شروع شد که مهمترین و اصلی ترین هدف مشروط خواهان محدود نمودن قدرت شخص اول مملکت، یعنی قدرت پادشاه بود، تا اون نتواند حسب میل و اراده و صرفاً حسب منافع و مصالح خودش و دربار حکومت نماید. هم در قانون اساسی و هم در متمم قانون اساسی مشروط خواهان تا آنجا که می توانستند از قدرت و اختیارات پادشاه کاستند و بسیاری از اختیارات وی را به مجلس واگذار نمودند. مشروطه قدرت و اختیارات ظل الله به معنای سایه خدا که عنوان پادشاهان قاجار می بود را کم نبود، اما نتوانست خیلی در ساختار حاکمیت ریشه‌دار قاجارها خللی وارد نماید. مشروطه در بهترین حالت صرفاً توانست شکاف یا ترکی در قدرت پادشاه، دربار و حاکمیت قاجارها وارد نماید و بخشای از آن را به مجلس واگذار نمود. اما وضعیت نصف و نیمه که پیش آمده بود به معنای آن بود که اگر پادشاه شخص سلیم و نفسی همچون مظفرالدین شاه که اندکی بعد از انقلاب مشروطه به قدرت رسیده بود و خیلی به دنبال اعمال قدرت برنمی آمد، می توانست با مجلس کنار بیاید. اما اگر شخص اول مملکت جاه طلب و قدرت طلب می بود، یعنی درست نقطه مقابل مظفرالدین شاه، به تب تلاش می کرد تا قدرت و اختیارات بیشتری به دست آورد و کار به منازعه و ستیز با مجلس می کشید. این بخش رو چون اشتباه درش صورت گرفت مجددن می خونن. اگر پادشاه شخص سلیم و نفسی همچون مظفرالدین شاه می بود که به هنگام انقلاب مشروطه قدرت را در دست می داشت و خیلی به دنبال اعمال قدرت بر نمی آمد، می توانست با مجلس کنار بیاید. اما اگر شخص اول مملکت جاه طلب و قدرت طلب می بود، همچون محمد علی شاه که بعد از انقلاب مشروطه به قدرت رسید، به تبع تلاش می کرد تا قدرت و اختیارات بیشتری به دست آورد و کار به منازعه و ستیز با مجلس می کشید. و این دقیقاً اتفاقی بود که افتاد، چرا که با مرگ مظفرالدین شاه و به قدرت رسیدن محمد علی شاه جانشین مظفرالدین شاه، مشکلات و بحران شروع شد. از همان ابتدای جلوسش به سلطنت محمد علی شاه نشان داد که به هیچ روی حوصله مجلس و مشروط خواهان را نداشته و همه قدرت را از آن خود می‌خواهد. به تبع سران مشروطه هم تمایل پادشاه جوان، سرکش و جاه طلب را مشاهده کرده و مصمم بودند تا در برابر زیاد خواهی های وی بایستند. قدرت که تا قبل از آن یک پارچه و به صورت مطلق در دست پادشاه می بود، حالا دیگر دوپاره شده بود. بخشی از آن در دست پادشاه و دربار و بخش دیگر هم از آن مجلس و مشروط خواهان شده بود. محمد علی شاه سعی می کرد تا آنجا که می توانست از دخالت مجلس در امور مملکت بکاهد. و مجلس هم متقابلا سعی می کرد تا به استناد قانون اساسی در مقابل زیاد خواهی های شخص اول مملکت بایستد. شاه به وزرا و دولت مردان سفارش میکرد که اداره مملکت به مجلس مربوط نمیشود و او به مثابه پادشاه، او به مثابه شخص اول مملکت، او به مثابه ظل الله یا سایه خدا و سلطان اسلام، رئیس و همکاره مملکت است. و مجلسی ها هم متقابلا به وزرا و دولت مردان یادآوری میکردند که حسب قانون اساسی مسئولیت آنها به مجلس است.
و نمایندگان این حق را دارند که آنها را عزل و نصب نمایند. و چنین شد که در هرم یا ساختار قدرت 100 ساله قاجارها شکاف عمیقی پدیدار گشت. مشروطه توانسته بود بر هرم قدرت قاجارها تکانی جدی وارد نماید، اما نتوانسته بود تغییراتی عمیق و گسترده در آن پدید آورد. قدرت دربار و شخص اول مملکت کاهش پیدا کرده بود، اما به هیچ روی محو نشده بود. در بیرون از تهران هم کم و بیش همین وضعیت بود. مشروطه توانسته بود یک نیروی جدیدی را در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور همچون تبریز، کرمان، اصفهان، بوشهر، شیراز و رشت ایجاد نماید، اما نتوانسته بود تغییرات جدی و عمیقی در ساختار قدرت به وجود آورد. همچون تهران در آن مناطق هم یک مجموعه شامل برخی از تجار، برخی از روحانیون، کسبه، خرد مالکین، شماری از رجال قاجار که فرنگ رفته و باسواد بودند و بالاخره معدود افراد تحصیل کرده و باسواد نیروی اجتماعی جدیدی را تشکیل داده بودند به نام مشروط خواهان. این جریان جدید اما در مواجهه با قدرت ریشه‌دار اشراف، قوانین، ملاکین و در بسیاری از مناطق رؤسای قبائل، طوایف و عشایر قرار گرفته بود. در این حال استثناءاتی هم وجود داشت. بعضاً در برخی از مناطق کشور روحانیون پرنفوذ محلی از مشروطه حمایت چندانی نمی کردن و حتی با آن به مخالفت هم برخواسته بودند. اما در بسیاری از مناطق دیگر با آن همراهی می کردن. ایزن شماری از قوانین و رؤسای ایلات و عشایر که نوعاً مخالف مشروطه بودند اما در برخی از مناطق با مشروطه همراهی می کردند. برجسته ترین این استثناءات همراهی برخی از رؤسای خوانین بختیاری در اصفهان و یا برخی از خوانین بزرگ گیلان با مشروطه بود، یا در خود تهران که برخی از درباریون و اشراف قاجار که عمدتاً با سواد و فرنگ رفته بودند با مشروطه همراهی می کردند. از این استثناءات که بگذریم، تصویر کلی کم و بیش همان است که ترسیم کردیم. مشروطه تکان سختی بر اولیگارشی حاکم وارد کرده بود، اما آن تکان به هیچ روی به معنای این نبود که مجموعه حاکمیت قدرت و اقتدارش را از دست داده باشد. حاکمیت قاجار تن به عقب نشینی در نتیجه انقلاب مشروطه داده بود و برخی از اختیارات و قدرتش را مجبور شده بود به مشروطه و به مجلس واگذار نماید. اما محمد علی شاه در صدد پسگیری آن قدرت و آن اختیارات بود و این وضعیت همان است که پیشتر تحت عنوان دوپارگی یا شکاف در قدرت از آن یاد کردیم. شاید اگر مظفرالدین شاه چند سالی بیشتر زنده میماند، مشروطه میتوانست ریشه، قوام و قدرت بیشتری بگیرد. اما از بخت بد مشروطه خواهان او بیمار بود و هنوز مرکب امضایش پای فرمان مشروطه خشک نشده بود که درگذشت. پادشاه جوان، مغرور، خودکامه، جاه طلب و تازه به قدرت رسیده قاجار، همانطور که پیشتر اشاره کردیم، چند هفته بعد از صدور فرمان مشروطه و فوت مظفرالدین شاه از تبریز وارد پایتخت می شود، با تمام توان برام بود که نه تنها امتیازات بیشتری به مشروطه و مجلس واگذار ننماید، بلکه مصمم بود تا به تعبیری آب رفته را هم به جوی بازگرداند. می خواست آن مقدار از قدرت هم که قبل از جلوس وی به تخت سلطنت به مشروطه واگذار شده بود را مجدداً باز پس بگیرد. به سران مجلس که با به قدرت رسیدن پادشاه جدید قویاً احساس خطر و نگرانی کرده و به سرعت متمم قانون اساسی را تدوین می‌کنند و تلاش می‌کنند تا باز هم اختیارات بیشتری از پادشاه سلب نموده و به مجلس واگذار نمایند، با تهدید و غضب
پیغام میدهد که اجداد من قدرت را به ضرب شمشیر به دست آوردن. آنها یعنی مشروط خواهان هم مجبور هستند با ضرب شمشیر قدرت را از وی پس بگیرند و نه با متمم قانون اساسی. به نقل از کتاب سنت و مدرنیته، صادق زیبا کلام، صفحه 456. اما مشروط خواهان به هیچ روی سودای تسلیم و عقب نشینی نداشتند و قرص و محکم در برابر پادشاه جوان و قدرت طلب می‌ایستند. به علاوه برخی از تندروی ها در میان مشروط خواهان دشمنی با محمد علی شاه را عمیق‌تر هم می‌کنند. سرانجام در تیر ماه سال 1287 و در آستانه دومین سالگرد تشکیل مجلس و انقلاب مشروطه، محمد علی شاه تهدیدش را عملی ساخته و مجلس را به توپ می‌بندد. شماری از مشروط خواهان به دست محمد علی شاه در باغ شاه، پادگان فعلی که به نام حور می باشد، به دار آویخته می شوند. شماری مخفی و یا بازداشت شده و شمار دیگری هم با پناه بردن به سفارتخانه های انگلستان، فرانسه و عثمانی جان به سلامت می برند. محمد علی شاه در پایتخت بر مشروط خواهان چیره شده بود، اما آنچه او نمی دانست آن بود که در طی آن دو سالی که از عمر مشروطه می گذشت و علی‌رغم همه مشکلاتی که بر سر راه مشروطه وجود داشت، اما آن نهضت، آن امواج نوگرایی توانسته بودند رشد قابل توجهی در کشور بنمایند. به علاوه تحول اجتماعی مهمی در جامعه ایران قرن 19 اتفاق افتاده بود که حاصل آن به نفع مشروطه خواهان بود. آن تحول عبارت بود از رشد و گسترش شهرنشینی. بسیاری از روستاهای بزرگ ایران در طول قرن 19 تبدیل به شهر شده بودند. اگر در ابتدای به قدرت رسیدن قاجارها در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 تعداد شهرهای ایران به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید، 100 سال بعدش و در آغاز قرن و در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 تعداد شهرهای ایران به بیش از 1-2 بالغ شده بود. این تحول از جهات بسیاری به نفع مشروط خواهان بود. در طول تاریخ ایران هر بار که پایتخت به تصرف در می آمد، کل مملکت از آن فاتحین شده بود و علی الاغلب سلسله جدیدی در ایران به قدرت می رسید. محمد علی شاه هم تصور می کرد که با به خاک رسانیدن پشت مشروط خواهان در تهران، او کل کشور را توانسته به زیر شمشیرش درآورد. اما آنچه که محمد علی شاه جوان نمی دانست آن بود که آن قاعده چند صد ساله یا حتی چند هزار ساله دیگر عملی نبود. به علاوه همانطور که گفتیم، مشروطه در بسیاری از شهرهای دیگر ایران به تعبیری بچه کرده بود. مشروطه در کرمان، اصفهان، بوشهر، گیلان و مهمتر از همه در تبریز ریشه دوانیده بود. ثانیاً رشد و گسترش شهرنشینی به معنای آن بود که بعد از گرفتن پایتخت، حالا محمد علی شاه و همراهانش میبایستی 1-2 شهرهای دیگر را هم میگرفتند. این شهرها پایتخت نبودند، اما در هر کدام 10,000 نفر سکونت داشتند. نخستین جایی که در مقابل محمد علی شاه ایستاد تبریز بود. بعد نوبت به اصفهان، سپس کرمان و گیلان رسید. 13 ماه آتش جنگ داخلی در ایران شعله‌ور شد. در یک طرف مشروط خواهان و در مقابل محمد علی شاه و اولیگارشی حاکم قاجار به همراه بسیاری از خوانین و ملاکین بزرگ قرار داشتند. همراهی برخی از خوانین بزرگ با مشروطه اما موازنه قوا را به نفع مشروطه خواهان به تدریج برهم زد و سرانجام آنان در اواخر تیر ماه 1288 توانستند مجدداً بعد از 13 ماه وارد پایتخت شوند. محمد علی شاه به همراه شماری از نزدیکانش به سفارت روسیه پناهنده شدند و مشروط خواهان فرزند 13 ساله وی به نام احمد شاه را جانشین شاه مخلوع نموده و یکی از رجال لیبرال قاجار به نام ناصرالملک
فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد انگلستان را به عنوان نایب السلطنه برگزیدند. برای اولین بار در طول تاریخ ایران بود که پادشاه و شخص اول مملکت نه از طریق قبایل و طوایف دیگر، نه توسط مدعیان دیگر تاج و تخت و نه مهاجمینی که از سرزمین‌های دیگر آمده بودند، بلکه توسط نیروهای متکی به مردم عادی از قدرت برکنار می‌شد. به فاصله چند هفته انتخابات مجلس دوم برگزار گردید و این بار مشروط خواهان با اقتدار به مراتب بیشتر و مهمتر از دفعه قبل بدون رقیب زمام امور را این بار به دست گرفتند. عصر تاریخی جدیدی در ایران آغاز شده بود، اما آنقدرها طول نکشید که معلوم شد عصر جدید هم بیشتر یک رویا بود تا واقعیت. مجلس دوم که عملاً مرکز تصمیم گیری کشور شده بود، با هزاران امید و آرزو شروع به سر و سامان دادن به اوضاع آشفته و درهم ریخته کشور نمود که در نتیجه 13 ماه جنگ داخلی و بیش از 3 سال کشمکش فلج شده بود که بیش از 3 سال کشمکش فلج کننده میان مشروط خواهان و اولیگارشی حاکم بسیاری از امور آن متوقف شده بود. اقتصاد کشور که ضعیف بود، در نتیجه آن 13 ماه جنگ داخلی ضعیفتر و درمانده تر هم شده بود. مجلس دوم که با اقتصادی ورشکسته و ویران روبرو بود، تصمیم گرفت که مقدم بر هر امر دیگری، مملکت نیاز به انسجام و احیای اقتصادی و برپایی یک سازمان و نظام مالی جدید دارد. از آنجا که چنین تخصصی در میان ایرانیان وجود نداشت، مجلس به دولت اجازه داد تا از حکومت آمریکا برای این منظور کمک بگیرد. علت انتخاب آمریکا هم به واسطه آن بود که مشروطه‌خواهان نمی‌خواستند از کشوری کمک بگیرند که سبب حساسیت روسیه یا انگلستان بشود که در آن مقطع نفوذ زیادی در ایران داشتند. مورگان شوستر آمریکایی، متخصص امور مالی، در رأس هیئتی در اردیبهشت سال 1289 وارد ایران شد. او با استادی، پشتکار، تعهد و امانتداری تحسین برانگیزی تلاش نمود تا یک نظام مالی کارا و مدرن در ایران ایجاد نماید و موفقیت‌هایی نیز در همان ابتدای کار به دست آورد. از آنجا که جمع‌آوری مالیات و دیون دولتی نیاز به یک تشکیلات نظامی می‌داشت و چنین نیروی هم در ایران وجود نداشت، لذا به پیشنهاد مورگان شوستر مجلس دوم موافقت نمود تا نیروی ژاندارمری در کشور تأسیس شود. زیر نظر شوستر به عنوان کارفرما از جانب حکومت ایران، نیروی ژاندارمری به فرماندهی افسران سوئدی و انگلیسی در سال 1289 تأسیس گردید. به نظر می رسید اصل اصلاحات، عصر ترقی، پیشرفت و نوسازی ایران سرانجام و پس از نزدیک به یک قرن صبر و انتظار آرزو از راه رسیده است. اما همونطور که بیشتر اشاره داشتیم، هنوز نخستین سال عصر جدید به انتها نرسیده بود که همه چیز برهم ریخت. روس‌ها با دادن اولتیماتوم مبنی بر این که مورگان شوستر هرچه سریع‌تر می‌بایستی چمدانش را بسته و از ایران خارج شود، تبریز را به اشغال خود درآورده و عازم حرکت به سمت تهران بودند، مگر اینکه تهران اولتیماتوم را قبول کرده و شوستر را از کشور اخراج می‌کرد. مورگان شوستر و همکارانش چمدان‌هایشان را بسته و عازم بازگشت به آمریکا شدند. ژاندارمری در میانه اختلافات سیاسی بلا تکلیف مانده بود و مجلس که حالا دیگر قولی به نام محمد علی شاه در برابرش نبود و نداشت، در خصوص چه باید کرد و اداره مملکت به دو جریان رقیب، یکی میانه رو به نام اعتدالیون و دیگری
تا حدود زیادی رادیکالتر و انقلابیتر به نام اجتماعیون عامیون که ترجمه همون سوسیال دموکرات ها بودن تقسیم شده بود. اختلافات عقیدتی و رقابت‌های سیاسی حالا با شدتی به مراتب بیشتر از مجلس اول و جنگ داخلی 13 ماهه بر فضای سیاسی پایتخت و تبریز که قطب دیگر جریان مشروطه بود سایه افکنده بود. در مجلس اول فشار محمدعلی‌شاه و طیف گسترده‌ای از مخالفین مشروطه یعنی دربار، خوانین، مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و دیگران نوعی همبستگی و اتحاد را میان مشروطه‌خواهان رقم زده بود. اما بعد از فتح تهران، خلع محمدعلی‌شاه، اعدام مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، عملاً مشروطه‌خواهان بلا منازعه و بدون چالش شده بودند. بنابراین بروز اختلافات میانشان خیلی تصادفی و به دور از انتظار هم نبود. اختلافات هم درون مجلس بود و هم بیرون آن. آزادی کامل مطبوعات سبب شده بود تا مطالب زیادی از جانب برخی از متفکرین و شخصیت‌های سیاسی اجتماعی سکولار و انقلابیون تندرو علیه شریعت، علیه دخالت روحانیت در امور سیاسی و اجرایی مملکت که در جریان مشروطه به راه افتاده بود منتشر نمایند. روحانیون هم به طب ساکت ننشسته و به آن مطالب پاسخ می گفتن. در اوج آن رقابت ها، اختلافات سیاسی و رویارویی ها، مرحوم آسد عبدالله بهبهانی، یکی از دو رهبر اصلی روحانی نهضت مشروطه و از رهبران اصلی جناح اعتدالیون ترور می شود. سید حسن تقی‌زاده از رهبران اصلی جناح اجتماعیون عامیون که مخالف اصلی بهبهانی به شمار می رفت، در معرض اتهام دست داشتن در آن ترور قرار می گیرد و برای نجات جانش از کشور فراری می شود. وجود آن اختلافات امری طبیعی می بود. به هر حال در نظم و نسق جدید برخورد آرا و رقابت‌های سیاسی خیلی هم غیر طبیعی نمی بودند. آنچه که در حقیقت ضربه جدید را بر پیکر مشروطه وارد ساخت آن اختلافات نبودند، بلکه رویارویی خشن و بیرحمانه روسیه تزاری این بار با مشروطه نوپای ایران بود. برخی از نمایندگان مجلس عمدتاً از جناح اجتماعیون عامیون نوت‌های تندی علیه تجاوز روس‌ها در آذربایجان و سیاست‌های آنان علیه نظام نوپای مشروطه در مجلس ایراد نمودند. در بیرون از مجلس هم مطبوعات وابسته به اجتماعیون مقالات و مطالب تندی علیه روسیه تزاری و سیاست‌های روس‌ها علیه مشروطه و دولت مشروطه در ایران می نوشتن. بنابراین اخراج مورگان شوستر تنها خواسته روس‌ها نبود. آنها بعد از اشغال تبریز و حتی اعدام برخی از سران مشروطه در تبریز حالا خواهان تعدیلی مجلس شده بودند. حاجت به گفتن نیست که فشار و موضع‌گیری علنی روس‌ها علیه مشروطه خواهان و مجلس باعث تندتر شدن مواضع نمایندگان و مطبوعات علیه روسیه و سیاست‌های آن کشور در ایران می‌شود. زیر فشار و تهدید فزاینده روس‌ها دولت ایران عقب نشینی کرده و به نمایندگان مجلس فشار می‌آورد تا مجلس را به خواست روسیه تعدیل کنند. نمایندگان رادیکال حملات خود را متوجه دولت هم کرده بودند و آن را متهم به سازشکاری و عقب نشینی در برابر تجاوز روس‌ها می‌کردند. ناصرالملک و برخی دیگر از دولت مردان به همراه شماری از نمایندگان معتدلتر و میان روتر مجلس متقابلاً نمایندگان تندرو اجتماعیون را باعث دشمنی و خشم روسیه می‌دانستند. مطبوعات هر دو جناح دیگری را مسئول به وجود آمدن آن وضعیت پریشان و بحرانی دانسته و انگشت اتهام را به سوی این یا آن جناح، این چهره و شخصیت یا آن یکی نشانه می رفتند. سرانجام وزیر فشار روس‌ها و تهدید جدی حرکت ارتششان از تبریز به سمت تهران، مجلس دوم یک سال بعد از تشکیل آن در سال 1289
منحل می شود. همانطور که ملاحظه می شود از مرداد 1285 که فرمان صدور مشروطه صادر شده و مجلس اول تشکیل می شود تا نزدیک به اواسط سال 1289 یعنی ظرف 4 سال نخست مشروطه کشور منظماً در تلاطم سیاسی قرار دارد. 13 ماه از این 4 سال به تنهایی کشور در جنگ داخلی به سر می برد. یک بار مجلس به توپ بسته می شود و حالا مجلس دوم هم بعد از 1 سال زیر فشار روسا که آذربایجان را به اشغال خود درآورده و تهران را تهدید به حمله نظامی کرده بودند منحل می شود. خیلی نیازی به توصیف و تشریح ندارد که در طی آن 4 سال اوضاع ثبات و امنیت کلی کشور از 1 سو و اقتصاد آن از سوی دیگر چه وضعیتی پیدا کردند. اما قبل از ادامه تشریح چگونگی روند افول ثبات سیاسی و خراب شدن وضع اقتصادی کشور لازم است اشاره مختصری نماییم که چرا اساساً اینقدر روس‌ها از همان ابتدا شمشیر را به تعبیری از رو بر روی مشروطه بستند. آگاهی از مخالفت روس‌ها با مشروطه صرفاً یک بررسی تاریخی نیست. فهم رویکرد روس‌ها در مقطع زمانی 1285 که انقلاب مشروطه صورت می‌گیرد تا اسفند 1299 که کودتای رضاخان اتفاق می‌افتد در حقیقت یکی از ملزومات اساسی فهم تحولات ایران در طی آن قریب به 15 سال است. چرا روس‌ها آنقدر مخالف مشروطه بودند؟ می‌دانیم که مهمترین عنصر خارجی که بر تمامی عصر قاجار سایه افکنده بود، نفوذ و استیلای دو قدرت روسیه و انگلستان در ایران و رقابت میان آنان بود. جزئیات عملکرد این دو قدرت به تشریح در منابع دیگر آمده است و ما در اینجا از ذکر آن در می‌گذریم. آنچه که خیلی کلی میتوان گفت آن است که حوزه اعمال قدرت این دو تا حدودی با یکدیگر متفاوت بود. اهرم قدرت یا ابزار اصلی نفوذ سیاسی و اقتصادی روس‌ها در ایران دربار قاجار بود، در حالی که ابزار نفوذ انگلستان بیشتر شامل برخی از رجال قاجار و شخصیت‌های وابسته به دربار، سران قبایل و عشایر و فرمانروایان مناطق جنوب، غرب و مرکزی ایران می‌شد. انگلیسی‌ها از آغاز نهضت مشروطه در مجموع با آن همسو بودند، اما روس‌ها برعکس از همان ابتدا چشم دیدن مشروطه را نداشتند و هر روز که می‌گذشت بر مخالفتشان نسبت به آن افزوده می‌شد. دیدیم که توپخانه بریگاد قزاق به فرماندهی افسران روسی مجلس را به دستور محمد علی شاه به توپ بست. فی‌الواقع روس‌ها از این هم جلوتر رفته و پس از پیروزی مجدد مشروطه خواهان و خلع محمد علی شاه از سلطنت آشکارا و سریع علیه مشروطه موضع گیری کردند و در حقیقت شمشیر را از رو بر روی مشروطه بستند. اعدام قریب به 20 تن از سران مشروطه در تبریز داخل پرانتز به اتهام مقاومت مسلحانه علیه پیشروی ارتش روسیه در آذربایجان و تبریز پرانتز بسته، دادن اولتیماتوم مبنی بر اشغال تهران، تقاضای اخراج مورگان شوستر، اصرار بر تعطیلی مجلس دوم و اشغال رسمی بخشایی از ایران از جمله اقدامات مسکو علیه مشروطه بود. از سال 1285 که انقلاب مشروطه به وقوع پیوست تا سال 1296 که انقلاب اکتبر صورت می‌گیرد و روس‌ها سرانجام از ایران خارج می‌شوند،
آنها از هیچ اقدامی جهت تضعیف و شکست مشروطه در طی آن 11 سال خودداری نکردند. این در حالی بود که آنان 1 سال بعد از مشروطه قرارداد یا توافق 1907 با انگلستان را در مورد تقسیم ایران میان خودشان منعقد ساخته بودند. بر اساس قرارداد 1907 ایران به 3 حوزه نفوذ تقسیم می شود: شمال ایران حوزه نفوذ روسیه، جنوب و غرب حوزه نفوذ انگلستان و مرکز که شامل پایتخت می شد خونسا تعریف شده بود. قرارداد موسوم 1907 که در حقیقت 1 سال بعد از مشروطه میان روسیه و انگلستان منعقد می شود به این معنا بود که شمال کشور شامل خراسان، گلستان، مازندران، گیلان و آذربایجان عملاً حوزه نفوذ روسیه شناخته می شد و انگلستان در آنجا حضوری نمی داشت و جنوب کشور هم متقابلاً حوزه نفوذ انگلستان تعریف شده بود و روس‌ها آنجا حضوری نداشتند. در تهران هم هر دو می توانستند حضور داشته باشند و داشتند. دولت ایران آنقدر ضعیف شده بود که نمی توانست ایستادگی در برابر روس‌ها داشته باشد و انگلستان هم که طبق قرارداد 1907 دخالتی در حوزه نفوذ روسیه نمی کرد. بنابراین روس‌ها به شمال ایران همچون حیات خلوتشان نگاه می کردند. اما سوال مهمتر آن است که چرا آنها این همه بغض و کینه از مشروطه به دل داشتند؟ نخست همانطور که گفتیم اهرم اعمال نفوذ روس‌ها در ایران به طور سنتی دربار قاجار بود. به بیان ساده تر همه تخم مرغ‌های سیاست و نفوذ روسیه در ایران در سبد دربار قاجار چیده شده بود. اما همانطور که دیدیم دربار قاجار بخش عمده از نفوذ و قدرت سیاسیش را در نتیجه مشروطه از دست می دهد. با تضعیف دربار ابزار اعمال نفوذ روسا در ایران دچار اختلال می شود. خود این تحول به تنهایی دلیل کافی برای دلناخشنودی روسا از مشروطه را فراهم می آورد. اما اسباب و علل دیگری نیز بر ناخشنودی روس‌ها از مشروطه می‌افزاید. هر قدر که رجال و شاهان قاجار متمایل به روسیه بودند، در مقابل مشروطه‌خواهان و مجلس از روس‌ها فاصله گرفته و برخی از آنان آشکارا تنفر خود را از روس‌ها پنهان نمی‌ساختند. دلیل آن تنفر هم روشن بود. جدای از سابقه تاریخی عملکرد روس‌ها در ایران، دشمنی آنان با مشروطه نیز آب بر آسیاب نفرت تاریخی مشروطه‌خواهان از روس‌ها می‌ریخت. دلیل بعدی نفرت روس‌ها از مشروطه به نظام سیاسی حاکم بر روسیه باز می‌گشت. تزاریسم یا نظام سیاسی حاکم بر روسیه اگرچه از نظام سیاسی ایران به مراتب پیشرفته تر می بود، اما در مقایسه با نظام‌های سیاسی بسیاری از کشورهای اروپایی یک نظام سیاسی بسته و استبدادی به شمار می رفت. به همین دلیل از دهه‌های پایانی قرن 19 مبارزات گسترده‌ای علیه تزاریسم در روسیه به جریان افتاده بود. اگرچه بخش اصلی این مبارزات بیشتر در نواحی اروپایی امپراتوری روسیه جریان داشت، اما در قفقاز و نواحی جنوب امپراتوری هم مرز با ایران یعنی آذربایجان و گیلان نیز شعله‌های آتش آن مبارزات روشن شده بود. نریمانوف که از ایرانیان مهاجر به قفقاز می بود بدل به یکی از چهره‌های فعال و با نفوذ انقلابی در قفقاز شده بود. او بعدها رئیس جمهور آذربایجان شوروی و یکی از اعضای بلند مرتبه حزب کمونیست اتحاد شوروی می شود. امثال نریمانوف در میان ایرانیانی که برای کار، تجارت و امور دیگر در سالهای پایانی قرن 19
عمدتاً از گیلان و آذربایجان به قفقاز آمده بودند بسیار زیاد می بودند. ایرانیانی که تحت تأثیر جریانات رادیکال و انقلابی در قفقاز قرار گرفته بودند و آن ادبیات را در مرحله بعدی با خود به گیلان و آذربایجان آورده بودند و وارد جریان مشروط خواهی کرده بودند. به عبارت دیگر نزدیکی و تأثیرگذاری متقابلی میان انقلابیون ایرانی تبار در قفقاز و انقلابیون بومی خود منطقه قفقاز به وجود آمده بود. بنابراین حکومت روسیه به جریانات انقلابی و رادیکال در مرزهای جنوبی کشورش نگاهی آکنده از نگرانی داشت و به تب تلاش میکرد تا برای در امان ماندن از لهیب آتش آن جنبش ها جلوی پیشرویشان را بگیرد. از دید حکام روسیه جنبش های آزادی خواهانه و انقلابی در ایران به واسطه همجواری با قفقاز تهدید به شمار می رفتن و روس ها عملا معتقد بودند که پروبال گرفتن چنین جنبش هایی در همسایه جنوبیشان زنگ خطر جدی را برای آنان به صدا در می آورد. آنان همانقدر که نگران حرکت های انقلابی در قفقاز بودند، به همان میزان هم به چنین حرکت‌هایی در ایران روی خوش نشان نداده و همان طور که دیدیم علناً به مقابله با آن برخواسته بودند. طبیعی هم بود که روس‌ها ترجیح می‌دادند که در ایران حکومتی مشابه نظام خودشان بر سر کار باشد تا یک حکومت دموکراتیک. جالب است که مقامات سفارت انگلستان در آن مقطع در تهران در گزارشاتشان به لندن اشارات فراوانی به دشمنی روس‌ها با مشروطه ایران می‌نمایند. در یکی از این گزارشات می‌خوانیم که نقل قول: مسکو به هیچ روی از یک حکومت دارای پارلمان در ایران استقبال نکرده و دیر یا زود به کمک پادشاه ایران یعنی محمد علی شاه به پارلمان یعنی مجلس حمله خواهد برد. روسا به هیچ روی علاقه ندارند در همسایگیشان نظام سیاسی بر سر کار باشد که موجب تقویت جنبش‌های آزادی خواهانه در داخل کشورشان شود. به نقل از کتاب سنت و مدرنیته سال 1395 صفحه 505. برخلاف روسیه، انگلستان نه تنها دلیلی برای دشمنی با مشروطه نمیدید، بلکه به دلایل مختلف هم نظری مساعد نسبت به آن داشت. نخستین دلیل انگلستان برای همراهی با مشروطه آن بود که همانطور که گفتیم مشروطه باعث تضعیف پایگاه رقیب دیرینش یعنی روسیه در ایران شده بود. ثانیاً همانقدر که نظام سیاسی روسیه تزاری مخالف مشروطه بود، نظام پارلمانتریزم انگلستان یعنی نظامی که قدرت آن برگرفته از رأی مستقیم مردم می بود از اساس با مشروطه همراهی پیدا می کرد. در جریان انقلاب مشروطه هم انگلیسی ها موافقت کردند تا معترضین به حکومت ایران بتوانند در سفارتشان در تهران پناه بگیرند یا اصطلاحاً بس بنشینند تا از تعرض حکومت در امان بمانند. بنابراین هرقدر که روسا در برابر مشروطه ایستادگی می‌کردند، مشروطه خان انتظار همراهی و مساعدت از جانب انگلستان می‌داشتند. اما در عمل آن انتظار تحقق پیدا نکرد و زمانی که روسا علیه مشروطه سفارایی کردن، انگلیسی ها به تعبیری روی خودشان را به طرف دیگر چرخاندند و گویی اصلا نمی دیدن روس ها چگونه دارن مشروطه را سلاخی می کنن. این بیتفاوتی و عدم مداخله انگلیسی ها در قبال تجاوزات و تعدیات روس ها نسبت به مشروطه و مشروطه خواهان آنقدر از حرمین الشمس و اسباب شرمساری بسیاری از انگلیسی ها در ایران شده بود که در گزارشاتشان به لندن آشکارا زبان به انتقاد و گلایه گشوده بودند. مقامات سفارت انگلستان در تهران حتی شخص سفیر پروفسور ادوارد براون، ایرانشناس انگلیسی
مشهور و مورگان شوستر در گزارشات عدیده‌ای از تهران و تبریز تجاوزات روس‌ها نسبت به مشروطه را تشریح می‌کردند و از وزارت خارجه و مقامات دولت انگلستان نسبت به سکوتشان در قبال تجاوزات روس‌ها علیه مشروطه‌خواهان گلایه و انتقاد می‌کردند. کار به جای می کشد که سفیر انگلستان در تهران نارضایتی خود را از آن وضعیت در نامه خصوصی برای یکی از مقامات ارشد سیاسی کشورشان بیان کرده و صراحتاً اظهار می دارد نقل قول: برآوردن مأموریتی که در حال حاضر بر عهده‌ام واگذار شده بی نهایت سخت و دشوار است، زیرا دولت مطبوعم یعنی دولت انگلستان انتظار دارد که در خفه کردن نهضت مشروطیت ایران با روسها همکاری کنم. به نقل از سنت و مدرنیته، سال 1395، صفحات 505 الی 509. اما چرا اینگونه شد؟ چرا آن رقابت 100 ساله میان انگلستان و روسیه به یک باره از میان رفت و از بخت بد ما ایرانیان به تفاهم و همکاری میانشان تبدیل شد؟ تفاهم و همکاری که نخستین قربانی غیر مستقیم آن مشروطه شد. انگلیسی‌ها هیچ واکنشی در قبال هجمه روس‌ها به مشروطه نشان ندادند. بخشی از پاسخ به شخصیت وزیر خارجه وقت انگلستان سر ادوارد گری باز می‌گردید. توجه اصلی وی به اروپا و مناسبات انگلستان در اروپا معطوف بود. او نسبت به ملت‌های غیر اروپایی نه تنها هیچ حس همدردی نداشت، بلکه به آنان با دیدی تحقیرآمیز می‌نگریست. ادوارد براون که پیشتر از او یاد کردیم و شخصا در آن سالها در ایران حضور داشت و از نزدیک ناظر بر تحولات کشورمان بود، در انتقاد به مواضع بی‌تفاوت، اگر نگفته باشیم تبعیض آمیز و نژاد پرستانه وزیر خارجه وقت کشورش می‌نویسد: با تأسف بایستی بگویم که او، داخل پرانتز یعنی وزیر خارجه انگلستان پرانتز بسته، نسبت به ترک‌ها، داخل پرانتز یعنی امپراتوری عثمانی پرانتز بسته، ایران، مصر، مراکش، هند و چین نگاهی سرد و بی اهمیت دارد. گویی تنها تعاملات و تحولات مهم قاره اروپاست که از نظر وی از اهمیت برخوردار می باشد. به نقل از سنت و مدرنیته، سال 1395، صفحه 508. دلیل بعدی که از جهاتی پر اهمیت تر هم می بود بازگشت تغییر و تحولاتی که به تدریج و مقارن با انقلاب مشروطه ایران و سالهای بعد از آن در اروپا به تدریج به راه می افتد. از جزئیات که بگذریم، خیلی کلی می بایستی گفت که تغییر و تحولاتی مقارن با انقلاب مشروطه ایران در اروپا شروع شده بود که منجر به قطب بندی های جدیدی در اروپا شده بود. این قطب بندی و یارگیری های جدید همان است که سرانجام منجر به بروز جنگ جهانی اول در سال 1293، یعنی در حقیقت 8 سال بعد از انقلاب مشروطه ایران می شود و مدت 4 سال جهان و البته ایران خودمان را هم در آتش مهیبش فرو می برد. در قطب بندی ها یا در آرایش جدید قدرت ها که به تدریج از ابتدای قرن 20 در اروپا شکل می گیرد، آلمان به علاوه باقی مانده امپراتوری مجار پروس، به علاوه بخشهای از ایتالیا و بالاخره امپراتوری در حال احتضار عثمانی در یک سو قرار می گیرند و در مقابل آنها امپراتوری روسیه، فرانسه و انگلستان قرار دارند.
اکنون بهتر میتوان فهمید که چرا انگلستان در قبال رویارویی روسها در قبال مشروطه سکوت و بیتفاوتی اختیار میکند. حتی اگر وزیر خارجه انگلستان به تعبیر ادوارد بران میخواست که به جای آن نگاه سرد و نجات پرستانه به شرقی ها نگاه بشردوستانه و آکنده از همراهی نسبت به مشروط خواهان هم داشته باشد، در عمل نمیتوانست خیلی ایستادگی جدی در برابر روسیه در ایران از خود نشان دهد. انگلستان به تدریج با قولی به نام آلمان در اروپا داشت روبرو می شد که نمی توانست به واسطه همراهی با مشروط خواهان در ایران مناسبات لندن با مسکو را به خطر بیاندازد. بنابراین و به جای رویارویی و رقابت با روسیه در ایران با مسکو کنار آمده و توافق 1907 را منعقد می نماید و کشور را، یا درستر گفته باشیم ایران را، رسما میان خودشان تقسیم می نمایند. جنگ جهانی اول که از 1293 تا 1297 مطابق با 1914 میلادی تا 1918 میلادی به وقوع می پیوندد، از یک سو نزدیکی میان روسیه و انگلستان را از یک سو نزدیکی میان روسیه و انگلستان در ایران را تشدید نمود و از سوی دیگر وضعیت بحرانی و ناگوار ایران را که در آن تور ایرانگردی من دیدیم را از بد به بدتر و نابسامانتر و وخیمتر و هولناکتر تقلیل داد. شرح آن را در فصول بعدی خواهیم دید.